درخواست از کشورهای 7 کشور برتر جهان، 7 کشور صنعتی جهان برای تحریم جمهوری اسلامی، حمایت از خیزش سراسری در ایران با اخراج سفراشون، در واقع این چقدر میتونه عملیاتی بشه؟ چقدر ممکنه؟ سلام به شما و به همه بینندگان ایران اینترنشنال. ببینید، پاسخ این سوال رو باید در 2 لول داد. 1 لول این هست که ما بخوایم براش راه حل‌های دیپلماتیک در حوزه حقوق بین الملل پیدا بکنیم که اون یک بحث کاملا جدا هست. بحث دیگرش بحث کنشگری اجتماعی سیاسی و مدنی ایرانیان هست. برای قسمت اول، برای بحث دیپلماتیک، ما نمونه‌های تاریخی داریم. بعد از جنایت میکنو در آلمان، بسیاری از کشورهای اروپایی سطح روابط دیپلماتیکشون رو در ایران کاهش دادن، سفراشون رو از ایران فراخوندن و اون رو در حد کاردار نگه داشتن تا مدت‌ها، تا وقتی که ایران به زانو درآمد و پذیرفت بعضی از قراردادهایی رو که ایران رو در بعضی از حوزه‌ها از جمله تروریسم در خارج از کشور در حوزه اروپا محدود می‌کرد. بنابراین این مسبوق به سابقه هست که کشورهای اروپایی بخوان سفراشون رو، و دست کم اگر با بستن سفارت موافقت نمی کنن، اون رو در سطح کاردار پایین بیارن. اما مهمتر از این راه حل های دیپلماتیک یا راه حل های حقوقی الان این هست که دنیا بدونه دو حکومت ایران از نظر اقتدار ملی مشروعیتی نداره، اعتباری نداره. ببینید، حکومت‌ها باید اعتبارشون رو از داخل کشور بگیرن. وقتی چنین پرشمار اعتراض در داخل ایران ادامه پیدا می‌کنه، وقتی که فقط در یک روز در یک شهر 50,000 ایرانی بیرون میان و یک صدا نه به جمهوری اسلامی میدن، این یک صدای جدید، این یک برگ جدیدی در روابط بین الملل هست. بنابراین حکومت ها نمیتونن بگن ما با کشوری ادامه روابط دیپلماتیک میدیم که در از طرف مردم خودش مشروعیت نداره، اعتبار نداره. ما میدونیم که در بسیاری از موارد، همین امروز در کشوری که من زندگی میکنم، نروژ، بحث سر این هست که دولت نروژ با وجود همه انتقادهایی که داره میشه، با وجود اینکه بیانیه مشابهی مثل همین 7 کشور در کشور نروژ هم از طرف ایرانیان صادر شده، برای دولت ارسال شده، دولت داره یک در واقع قرارداد جدید در حوزه مالیاتی، توافق مالیاتی با ایران می‌بنده. ببینید، مسئله این هست که کشورهای غربی همواره منافع اقتصادیشون رو مقدم شمردن بر شعارهای حقوق بشری، بر شعارهای دموکراتیکی که در مورد کشورهای خودشون ابراز می‌کنن. بنابراین مهم این هست که افکار عمومی این کشورها بدونن که افکار عمومی مردم ایران این کشور و این حکومت رو به رسمیت نمیشناسه، اون رو غیر دموکراتیک میدونه، نماینده خودش نمیدونه. بنابراین نمایش این بیرونی این ماجرا، یعنی ارسال بیانیه های پرشمار با امضاهای بسیار، نشان دهنده خواست مردم واقعی هست. بنابراین جنبه کنشگری اون شاید بیشتر از راه حل حقوقی الان حائز اهمیت باشه. به فشار افکار عمومی اشاره کردین. چقدر افکار عمومی در اروپا به زعم شما با خیزش سراسری ایران همراهه؟ در حد 30 ثانیه بفرمایید لطفاً. من میتونم بگم که شاید هرگز در دست کم 20 و اندی سال گذشته هرگز چنین همبستگی بین مردم دنیا و اعتراضهایی که در مرد خیزشی که در داخل ایران وجود داشته نبوده. رسانه ها، چهره های فرهنگی، هنری، سیاسی، همه دارن دنبال راه حلی میگردن که این حمایتی که تا امروز فقط جنبه حمایتی داشته، همبستگی داشته، به عمل تبدیل بشه، به کنش تبدیل بشه. و من اعتقاد دارم نوشتن بیانیه های مشابه میتونه یک راه حل کنشگرانه جلوی پای مردم دنیا، افکار عمومی دنیا و بعد از اونها سیاستمدارانشون قرار بده. ممنون از شما، سی امینی تلگرم از سال اجتماعی از نروژ.